زنده ام که روایت کنم نوشته گابریل گارسیا مارکز ترجمه کاوه میرباسی قسمت 23 غیر از امور تحریریه که وظیفه اصلی هم در مقام سردبیر بود میبایست مراقب سایر امور چاپ هم باشم و با وجود املای افتضاحم هم به نمونه خان هم در انجام کارهایش کمک کنم. از آنجایی که هنوز جز نویسندگان ال ارالدو به حساب می آمدم و موظف بودم ستون ماچه زرافه را ادامه بدهم وقت کافی نداشتم که به صورت منظم برای کرونیکا مطلب بنویسم. در عوض فرصت این را پیدا کردم که در ساعات مرده سپیددم داستان نویسی را از سر بگیرم. آلفونسو متخصص همه گونه های ادبی به موفقیت داستانهای پلیسی که شیفتهشان بود و با تشی سیری ناپذیر آنها را میخواند ایمان راسخ داشت. داستان که داستانهایی را که میپسندید ترجمه یا گلچین میکرد و من با دستکاری های جزئی شکل و زبانشان را ساده میکردم تا عام پسندتر شوند. آنچه از این تمرین های مداوم آموختم بعدها در کار روزنامه نگاری خیلی به دردم خورد با حذف شرح و وصف های و وقایع اضافی متن را کوتاه می کردم تا کمتر جا بگیرد از جراحی و قطع بخش های اضافی نوشتار پروایی نداشتم به شرط اینکه جوهره اثر لطمه نمیدید و همه تلاشم هم بر این بود که متنی متقاعد کننده تحویل خواننده بدهم که بی جهت با پرگویی های غیر ضروری حسلش را سر نبرد. به عبارت دیگر هر آنچه را که زرباهنگ روایت را کند می کرد و بر خلاف اصول بنیادین گونه ادبی بود که در آن هر واژه باید ایفاگر نقشی موثر در ساختار کلی داستان باشد دور می ریختم. از این طریق به واسطه پجوهش های غیر مستقیم درباره تکنیک های قصه گویی سودمند ترین درس ها را آموختم و ارزنده ترین تجربه ها را اندوختن. بعضی از بهترین داستان های خوسه فیلیکس فوین مایور چندین شماره مجله را نجات دادند و مانع از آن شدند که در دکه های روزنامه فروشی باد کنند و مثل مال بد بی ریش صاحبش بمانند. ولی توضیح نشریه مان کماکان وضعیت نامساعدی داشت و هر جمی کردیم نمی توانستیم مخاطبان و علاقمندان بلقوه متایمان را به سوی خود بکشانیم لیکن تخته نجات ابدیمان استقامت آلفونسو فوین, مایور بود که هرگز باورش نمیشد قابلیت های تجاری و توانایی مدیریت داشته باشد و با این حال برای سرپانگه داشتن نشریه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و با پایداری کم نظیر بیشتر از نیرو و توانش در این راه کوشید و در هر شرایطی با قریحه تنز تکان دهندهش ناشیگری های خود را به باد تمسخر می گرفت. هر وظیفه ای را چه از اختش بر می آمد یا نه می پذیرفت. از واقع بینانه ترین سرمقاله ها گرفته تا بی فایده ترین یاد ها را می نوشت. با سرسختی خلل ناپذیر خود را به آباتش می زد تا آگهی تبلیغاتی بگیرد. اعتبارهای غیر قابل تصور جور کند و بدقلقترین اصحاب قلم را متقاعد سازد تا مقاله های بدی، بدیشان را به صورت انحصاری به ما بسپانند. اما افسوس که موجزه های بی سمر بودند. وقتی روزنامه فروشی های دورگرد تمام نسخه های مجله را که برده بودند پس می کمر همت می بستیم و شخصا دست به کار می شدیم تا آنها را در کافه ها و صفرخانه های محبوبمان از مرد سوم گرفته تا ترین و خلوتترین پیال فروشی های کنار اسکله بفروشیم. آخر سار ناچار می شدیم سود اندکمان را به شکل مایه های سکراور تحویل بگیریم. با یکی از منظمترین و بیتردید پرخاننده ترین همکاران ما نظام از اولین شماره ای کرونیکا یکی از کسانی بود که هیچ وقت قال من نگذاشت و با ستون ثابتش یادداشت های خانم ماشین نویز که با نام دالی ملو آن را می نوشت به مرور زمان حسابی در دل خوانندگان جا باز کرد. هیچ کس باورش نمی شد یک نفر به تنهایی در نهایت ملاتفت و ملایمت از عهده انجام این همه کار مختلف و متفاوت بر بیاید با پریتو می توانست با هر شگرد طبی یا هنری قرون وستا کرونیکا را از غرق شدن نجات دهد اما در امور حرفه‌ای به قاعده واضح پایبند بود که چون چون و چرا بر نمی داشت. اگر سر کیسه را شل نکنند از محصول خبری نیست صد البته خیلی زود پولمان ته کشید و صندوقمان خالی شد و خار اندوه چنان دردناک در, در جانمان نشست که در وصف نمی گنجد و فقط عاشقان راستین در و هجران کشیده می توانند هرمان و اندوه من را متصور شوند. چهار داستان رمزالود از خولی و ماریو سانتو دومینیگو منتشر کردیم که به انگلیسی نوشته بود و آلفونسو با دلهره و شکیبایی شکارچی حشرات آنها را با واجه نامه های قریبش ترجمه می کرد و آلخاندرو اوبرگون با خوشسوقی و زرافت هنرمندی برجسته برایشان تصویر میکشید ولی خولیو ماریو به قدری سفر میکرد و چنان سریع مسیر و مقصدش را تغییر میداد که عملا به شریک نامرئی ما بدل شد تنها کسی که توانست ردش را پیدا کند آلفونسو فوین مایور بود و با جمله نگران کننده کشف بزرگش را به اطلاع ما رساند هر بار هواپیمایی رو در حال پرواز میبینم با خودم میگم لابد خولی و سانتو دومینیگو در آن نشسته ما بقی تمامشان همکاران هر از گاهی بودند که دم آخر قبل از بستن صفحات یا پرداخت دستمزدها جانمان را به لب میرساندند تا ما را از مخمسه بیرون بکشند نویسندگان بوگوتایی رابطه‌ای بر پایه برابری با ما ایجاد کردند اما هر کدام از دوستانی که می توانستند در به پا نگه داشتن نشریه به کمکمان بیایند قدمی در این راه بر نداشتند البته غیر از خرخ سلامه ها که قرابت و همخانی نشریهش را با مجله ما درک کرد و به ما پیشنهاد مبادله مطالب داد که برای هر دو ما نتایج سودمندی به بار ولی گمانم هیچ کس واقعا به جنبه مجزاسای کرونیکا پی نبود شورای تحریری 16 عضو داشت که آنها را بر پایه شایستگی های به اثبات رسیده هر کدامشان برگزیده بودیم و همه گیشان انسان عادی و از گوشت و پوست بودند اما چنان قدرت پایداری و تلاش خستگی ناپذیری از خود نشان میدادند که گاه آدم در موجودیتشان شک میکرد فایده جانبی کرونیکا برایم این بود که مجبورم کرد در شرایط استراری قصه های فل بداهه بنویسند تا بخش های خالی پیش نشده را در لحظه و پر استرا به قبل از بستن صفحات پر کنیم پشت ماشین تحریم می نشستم و در حالی که حروف چین و دستیارش سرگرم کار خودشان بودند از هیچ و پوش داستانی می ساختم که درست قالب فضای خالی بود به این ترتیب قضیه مهمانی رفتن ناتانائل را نوشتم که دم صبح یکی از مشکلات آجل ما را حل کرد و پنج هفته بعد چشمان سگ آبی رنگ را. داستان اول سرآغاز مجموعه شد با پرسوناجی واحد که اسمش را بی اجازه به آریت گرفته بودن. بعدها سرانجام ناتانائل را نوشتم تا یکی از وضعیت های بحرانی ساعت آخر را چاره کنم. در کل شش روایت با این شخصیت نگاشتم که همگیشان را بدون ذره تاسف بایگانی کردم چون فهمیدم هیچ ربطی به من نداره یکی از این ماجره ها که نامش در خاطرم مانده ولی اصلا نمیتوانم موضوعش را به یاد بیاورم قضیه لباس عروس پوشیدن ناتانائل است. امروز به نظرم میرسد این پرسوناش به هیچ یک از کسانی که میشناختم شباهت نداشت و به پایه تجربه های شخصی خودم یا سایرین هم شکل نگرفته بود و حتی نمیتوانم مجسم کنم چطور ممکن است داستانی با موضوعی تا این اندازه بی سر و ته اثر من باشد در نهایت ناتانائل یک ریسک ادبی بود بیان که هیچ جاذبه انسانی داشته باشد یادآوری این مصیبت ها و فضاحت ها از این جهت مفید است که باعث می شود فراموش نکنم پرسوناش ها از هیچ پدید نمی آین. یعنی کاری که می خواستم با خلق ناتانایل بکنم. خوشبختانه قوه تخیلم آنقدر قد نداد که بیش از اندازه از خودم دور شوم و متاسفانه متقاعد شده بودم که پرداخت دستمزد کار ادبی باید عین آجرچینی دقیق باشد و اگر به حروف چین ها خوب و به موقع پول میدادیم به طریق اولا موظف بودیم با نویسنده ها خوش حساب و منصف باشیم خوش آهنگ ترین تنین تلاش هایمان برای ادامه انتشار کرونیکا در نامه‌های دونرامان به ژرمن میپیچید و در گوشمان مینشست حتی به جزئیاتی توجه نشان میداد که به ذهنمان هم خطور نمی کردن و با کنجکاوی محبت آمیزش جویای احوال رفقا و اخبار مربوط به کلمبیا میشد و جرمن برایش بریده روزنامه ها را میفرستاد و در نامه های بسیار طویلش موضوعاتی را شرح میداد که بر اثر سختگیری ممیزی به ورطه سکوت افتاده بودند. به عبارت دیگر برای او دو کرونیکا وجود داشت. آنچه ما منتشر می کردیم و آنچه جرمن آخر هفته ها خلاصه اش را در نامه هایش می آورد. تشویخ های شورنگیز و وجلافرین و ایرادهای های تند و تیز و بیرحمانه بزرگترین پاداش و جریمه من به حساب می آمدن. بر حسب تصادف خبردار شدم از جمله علل مختلفی که برای توضیح مشکلات بیشمار کرونیکا و حتی تردیدها و دودلی اعضای گروه می یکی هم بد اقبالی مادرزاد و مصری من بود. ترین دلیلی که برای اثبات این نظریه ارائه می کردن رپورتاش هم درباره براسکوچا فوتبالیست برزیلی بود که با تهیه آن کوشیدن ورزش و ادبیات را با هم آشتی دهم و گونه ادبی نوینی پدید بیاورم ولی در عمل این تلاش به شکستی تلخ و سقوط نهایی ما انجامید هنگامی از آوازه ناخوشایندم آگاه شدم که دیگر ورد زبان همه مشتریان خاپی بود. روحی هم را حسابی باختم و اندوه تا مغز و استخانم نفوذ کرد. موضوع را با جرمن بارگاز در میان گذاشتم که مانند سایر اعضای گروه از آن خبر داشت. بدون ذره تردید گفت سخت نگیرید استا. اینکه کسی بتونه به, خوب... به خوبی شما بنویسه خودش بهترین نشانه خوش اقبالی است که هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند مغلوبش کند. همه شبها اندوه بار نبودند. مهمانی شبانه 27 جویه 1950 در تالار زیافت های اعوفمی از جهاتی در زندگی ابدی هم جایگاه و ارزشی تاریخی پیدا کرد. نمیدانم خانم صاحبخانه به چه نیت خیلی دستور داده بود سانکوچویی هماسی با چهار نوع گوشت بپزند و کرکس هایی که بوی اشتهاانگیز غذا مستشان کرده بود چنان قشقرقی دور اجاق راه انداخته بودند که نگو و نپرس و هر لحظه که میگذشت بلندتر جیغ میزدند یکی از مشتریان عصبی و تند مزاج گردن کرکسی را چسبید و او را زنده در یک دیگ جوشان انداخت جانور فقط فرصت پیدا کرد آخرین زجش را سر بدهد و در اعماق دوزخ غرق شد قاتل درند خو سعی کرد یکی دیگر از آن پرنده های وحشی را بگیرد و همان بلا را سرش بیاورد اما اوفیمای سیاهپوس با اقتدار تمام از اریکش برخواست و به او مجال این کار را نداد نره توف به گورتون آرام بگیرید وگرنه کرکسا چشماتون از صدقه در میارن این اتفاق فقط بر من اثر گذاشت چون تنها کسی بودم که رغبت نکردم به آن سانکوچوی نجس لب بزنم عوض اینکه بروم بخوابم با عجله خودم را به دفتر کرونیکا رساندم و یک نفس قصه سه مشتری ای را نوشتم که کرکسا چشمایشان را از حدق بیرون می آوردن ولی هیچ کس این ماجرا را باور نمی کنه. فقط چهار برگ یک خط در میان بود به اول شخص جمع و از زبان کسی روایت میشد که نامونشانی نداشت. واقع گراییش بی نهایت شفاف است و با وجود این مبهمترین داستانم به شمار میآید و از این گذشته مرا به ادامه مسیری واداشت که کم مانده بود از آن روی, روی برگردانم زیرا یقین داشتم به بومبس می رسد. ساعت چهار صبح جمعه شروع به نوشتن کرده بودم و ساعت هشت صبح با پریشان حالی و سرگشتگی پیشگوها آن را به پایان رساندند. با همدستی صمیمانه و مندوسا، حروفچین تاریخی ال ستونبندی ترلاحی شده برای چاپ کرونیکا را که قرار بود روز بعد پخش شود، تغییر دادیم. در دقایق آخر، وقتی گیوتین ستونبندی دستمان را توی پوست گردو گذاشت، عنوان قطعی داستان را که سرانجام به ذهنم رسیده بود به پوریفیلیو گفتم و او آن را مستقیم با سر به مذاب نوشت. شب کرکس ها پس از نه قصه که هنوز از برزخ ماورای طبیعی رهایی نیافته بودند و در حالی که هیچ طرح مشخصی نداشتم تا جان، جانری را ادامه بدهم که نمیتوانستم مهارش کنم و مثل ماهی در دستم لیز میخورد این داستان برایم سرآغاز دوره جدید شد. ماه بعد خرق سلامه آن را در کریتیکا مجله معتبر ویژه ادبیات والا تجدید چاپ کرد. پس از گذشت پنجاه سال قبل از آن که این پاراگراف را بنویسم آن را دوباره خواندم و فکر نمی کنم حتی یک کلمه را هم تغییر دهم. بدون قطنما در وادی بلا تکلیفی سرگردان بودم و با این داستان بهار از راه رسید. در عوض کشور به قهقرا میرفت. لاور او گومس از نیویورک برگشته بود تا از طرف محافظ کاران نامزد ریاست جمهوری شود. لیبرال ها در اعتراض به خشونت گسترده و مهار نشدنی انتخابات را تحریم کردند و گومس بدون رقیب در هفته اوت 1950 رئیس جمهور شد. از آنجایی که پارلمان منحل بود در برابر دیوان عالی کشور ادای سوگند کرد شخصا نتوانست مدت زیادی حکومت کند چون پس از کمتر از پانزده ماه به دلیل مشکلات واقعی مزاجی و سلامتی کنارگیری کرد و روبرتو اوردانتا آربلائس حقوقدان و نماینده محافظه کار مجلس در مقام منتخب اول جمهوری جانشین شد کسانی که زیر بم سیاست را خوب میفهمیدند این اقدام را شگرد خاص لاور آو گمز دانستند که میخواست قدرت را به دستهای دیگر بسپارد ولی انانش را در اختیار داشته باشد در خانه لم بدهد و با واسطه حکومت کند و در موارد اضطراری با تلفن تصور میکنم بازگشت آلبرو سپتا با مدرک تحصیلی از دانشگاه کلمبیا یک ماه قبل از مراسم قربانی کرکس برای آنکه رویدادهای بچگون آن ایام را تا بیاوریم نقش تعیین کننده داشت سرش کمموتر شده بود سبیل چخماقیاش را تراشیده بود و عبوستر از سابق به نظر میرسید من و ژرمن بارگاس که از چند ماه پیش در انتظارش بودیم و میترسیدیم مبادا در نیویورک بزدل و بیهوخار شده باشد وقتی دیدیم با کت و شلوار و کراوات از هواپیما بیرون آمد و از همان بالای پلکان در حالی که آخرین اثر همینگوی آن سوی رود و میان درختان را محکم چسبیده بود برایمان دست تکان داد آنقدر از خنده ریسه رفتیم که نفسمان بند آمد کتاب را از دستش قاپیدم آشوانه پشت و رویش را نوازش کردم و هنگامی که توانستم دربارهاش بپرسم آلوارو بر من پیش دستی کرد. مزخرف است. جرمن بارگاس که نمی توانست چلوی هش را بگیرد در گوشم گفت هیچ فرقی نکرده. اما آلبارو بعدا برای من توضیح داد که ابراز نظرش راجع به کتاب شوخی بود چون فقط چند صفحهش را پس از اینکه هواپیما از میامی بلند شد خوانده بود. به هر صورت آنچه روحیه همگیمان من را تقویت کردیم بود که شور تبالود نگاری و سینما و ادبیات را پر هیاهوتر از گذشته همراه آورد بیماریش فوراً به همه سرایت کرد. ما چه زرافه که از ماها قبل بی هدف و کورمار کورمار دور خود می چرخید با دو قطعه تاراج رفته از چکنویس نویس خانه نفس تازه کرد و پس از مدتها پجمردگی تراوت گرفت. یکی پسر سرهنگ بود که هرگز زاده نشد و دیگری نی بود. دخترکی گریزپا با که بارها در منزلش را زدم و هیچگاه جوابی نداد. باز علاقه بزرگ به داستانهای مصور در وجودم بیدار شد. اما دیگر آن را برای وقت گذرانی روزهای تعطیل نمی‌خواندند، بلکه گونه ادبی نوینی به شمار می آوردن که بیجهت محکوم شده بود در اتاق بچه ها محبوس بمانند. قهرمان محبوبم در میان فوج بیکران شخصیت های خیالی دیک تریسی بود. علاوه بر همه اینها صد البته عشق به سینما را باز یافتند که بزرش را پدر بزرگم افشانده و دون آنتونیو داکونتا در آرکاتاکا آن را ور نگه داشته بود و به همت, همت آلبار و سپدا به پرستشی مومنانه بدل شد. آن هم در کشوری که از تماشای بهترین فیلم های دنیا محروم بودیم و فقط شرح و وصفشان را از زبان مسافران می شنیدیم. از بخت خوش بازگشت آلبارو با نمایش دو شاهکار سینمایی مصادف شد. ناخوانده در قبار به کارگردانی کلرانس براون بر اساس رمان ویلیام فاکنر و پورتری جنی به کارگردانی ویلیام دیترل اقتباس از رمان رابرت نت هان. پس از بحث های مفصل با آلبار و سپدا هر جفتشان را در ماچه زرافه نقد کرده. این گفتگوها به قدری توجه هم را برانگیختند که دیدگاه هم نسبت به سینما دگرگون شد قبلا نمیدانستم که در ساخت فیلم نقش اصلی بر عهده کارگردان است که نامش آخر از همه در تیتراژ میآید تصور کردم کل قضیه در نوشتن فیلمنامه و راهنمایی بازیگران خلاصه می شود چون ما بقیه کارها را اعضای متعدد گروه انجام میدهند. دهند. وقتی آلبارو برگشت کمر همت بست که آنچه در ایالات متحده راجع به سینما یاد گرفته بود به من بیاموزد و کلاس های درس را هم که تا صبح طول می کشیدن، پشت میز در و ترین پیال فروشی ها برگزار می کند. در حالی که مدام داد و فریاد میزد و عرق نشیکر سپید را لیوان لیوان به خندق ولا میریخت. سپید دم خواب و بیدار خودم را در دانشگاه کلمبیا مجسم میکردم. دوستانی که سعی داشتیم در باد پایی های ذهن آلبارو با او همگام باشیم پی برده بودیم که او گذشته از انفجارهای نبوغاسا و مبهود کننده تخیل و هوش بینظیرش نمی توانست بیقراری و آشفت حالیش را مهار کند و آرام بنشیند و بنویسد. تصور اینکه بیشتر از یک ساعت جایی بند شود برای ما که از نزدیک می محال بود. لیکن دو یا سه ماه پس از بازگشتش تیتا مانوتاس نامزد سالهای طولانی و همسر همه عمرش هر آسان به ما تلفن زد و خبر داد که آلبارو وانت تاریخیش را فروخته بود و تنها نسخه داستانهای منتشر نشدهش را در داشبورد جا گذاشته بود. اصلا زحمت این را به خود نداد که دنبالشان بگردد و برای توجیه اش به استدلال خاص خودش متوسل شد. راستش شیش یا هفتا قصه مزخرف بیشتر نبودند. رفقا و خبرنگارها همگی به کمک تیتا آمدند و رد وانت را که چند بار دست به دست شده بود در تمام کرانه کارایی و مناطق داخلی تا مدئین دنبال کردیم. سرانجام در تعمیرگاهی در سینسلخو در دیویس کیلومتری آنجا پیدا شد. دستنویس داستانها را به تیتا پردیم چون می ترسیدیم مبادا آلبارو دوباره آنها را از روی حوازپرتی و شلختگی یا عمدن گموگور کن کند. دو تا از داستانها در کرونیکا چاپ شدند و بقیه را جرمن دو سال پیش دو سال پیش خودش نگه داشت و زمین و زمان را به هم دوخت تا برایشان ناشر پیدا کرد. سیسیلیا پوراس خانم نقاشی که همواره به گروه من وفادار با طرحهای ابتکاری و با معنا مصورشان کرد. تصاویری که حقیقتا پرتونگاری شخصیت آلوارو بودند و او را در حیعتهای مختلف نشان می دادن. راننده کامیون دلغک بازار مکاره شاعر مجنون دانشجوی دانشگاه کلمبیا و هر شکل و قیافه دیگر به جز سر و یک آدم عادی و معقول و معمولی این مجموعه داستان تحت عنوان همگیمان انتظار میکشیم به همت کتاب فروشی مندو به چاپ رسید و به رخداد ادبی چشفیر و جنجال برانگیزی بدل شد و فقط منتقدان اصاقود داده آن را نادیده گرفتند و بی تفاوت از کنارش گذشتند از نظر من و این مطلب را همان هنگام هم نوشتم. بهترین مجموعه داستانی بود که تا آن زمان در کلمبیا منتشر میشد. از طرف دیگر، آلفونسو فوئن مایور نقدهای هوشمندانه و مقاله های ادبی استادانه برای روزنامه ها و مجلات می نوشت و مرتب به چاپ می رسند. ولی فروتنی خجولانه اشمانه از آن میشد که نوشته هایش را گردآوری و به شکل کتاب منتشر کند. با ولای نامتعارف که از اتش مطالعه سیری نپذیر آلباروموتیس یا ادواردوت سالامه ها دست کمی نداشت کتاب ها را می بلی. جرمن و سالامه ها آنقدر در نقد سخگیر و با انصاف بودند که در داستانهای خودشان بیشتر از سایرین ایراد و اشکال می دیدن. ولی اشتیاق وافر و بی حد و حسابشان برای کشف استعدادهای جوان هرگز فروکش نکرد. در آن بهار خلاقیت مدام این شایعه سر زبانها بود که جرمن شبها بیدار می و قصه های خارقلاده می نوشت. اما تا سالها بعد صحت این موضوع آشکار نشد و هرگز به یقین نرسیدیم تا اینکه چند ساعت قبل از ازدواجش با سوسانا لینارس مادر تعمیدی یکی از فرزندان ما خود را در اتاق خواب خانه پدریش حبس کرد و همه آنچه را نوشته بود سوزا چون میخواست مطمئن باشد همسرش هم آنها را نخواهد خواهد. حدس میزدن قصه و رساله و احتمالا چک نویس یک رمان بودند ولی جرمن هرگز نه قبل و نه بعد حتی یک کلمه هم دربارهشان نگفت و فقط در شب ازدواجش نهایت احتیاط را به خرج داد تا حتی زنی که از روز بعد همسرش میشد راجب به آنها چیزی نداند سوسانا فهمید او چه خیالی دارد اما قدم به اتاق نگذاشت که جلویش را بگیرد زیرا مادرشوهرش او را از این عمل منع کرده بود سوسی خیلی سال بعد با تنز کنایه آمیزش به من گفت در اون ایام عروس حق نداشت قبل از شب زفاف قدم به اتاق خواب شوهر آیندش بذاره. هنوز یک سال نگذشته بود که نامه های دونرامون هر بار و لحنشان اندوه بارتر شد و بیشتر بینشان فاصله افتاد. هفته مه 1952 وقتی ساعت دوازده ظهر به کتاب روشی مندو قدم گذاشتم با یک نگاه به چهره جرمند و بیان که حتی کلمه بر زبان بیاورد فهمیدم دون رامون فوت کرده. دو روز قبل در بارسلون رویایی و محبوبش زندگی را ودا گفته بود. رفقا وقتی مطابق معمول وارد کافه می شدن که پاتوق نیم روز ما بود همه فقط یک جمله بر زبان چه حیف؟ آن موقع آگاه نبودم که یکی از سالهای متفاوت زندگیم را میگذرانم و امروز تردید ندارم که تعیین کننده و سرنوشت ساز بود. تا آن هنگام با سر و وضع نامرتب و جولیده هم کنار آمده بودم. در آن شهر که هر کس هر طور میخواست و راحت بود زندگی میکرد کرد خیلی ها دوستم داشتن و به من احترام می گذاشتن. تحسین بعضی ها را هم بر, بر زندگی اجتماعی بسیار پر جنب و جوش بود. سندل های زایرانه که انگار برای تقلید از آلبارو سپدا آنها را خریده بودم در گرد های هنری و جلسات بحث و گفتگو شرکت میکردم و جز یک شلوار کتانی و دو پیراهن نقشدار که زیر دوش میشستمشان لباس دیگری نداشتم یک شبه به دلایل گوناگون که بعضی هایشان بی اندازه سبک بودند تغییر رویه دادم و تصمیم گرفتم ظاهرم را آراسته کنم. لباس نو خریدم. موهایم را مثل سربازهای وظیفه کوتاه و سبیلم را باریک کردم و با زور و زحمت خودم را به پوشیدن کفش شیک و کران قیمتی عادت دادم که دکتر رافائل ماریاگا راهنما و ریش سفید گروه و مورخ شهر آنها را بیان که حتی یک بار به پا کرده باشد به من بخشیده بود چون برای خودش خوشحال بودند بر اثر پویایی ناخداگاه تازه به دنران رسیدگی اجتماعی کم کم گرمای اتاقم در آسمان خراش برایم خفقان آور شد که پنداری آرکاتاکا در سیبری بود. سر و صدای مشتریان گذری که موقع بیدار شدن بلند بلند حرف می زدند آزارم می داد. از اینکه زنان شبگرد همچنان گروه گروه ملوانان آبهای شیرین را به اتاقهایشان می بودن شاکی بودند. و هر, قر... و هر, هم قرولند می کردم باز دق دلم خالی نمی شد. اکنون به خوبی درک می کنم که ظاهر شندرپندر و شلخته هم نه به علت فقر بود نه به دلیل شاعر مسلکی بلکه چون با سماجت و سرسختی همه توان و نیرویم را بر یادگیری نویسندگی متمرکز می کردم دیگر فرصتی باقی نمان، نمی نمیمان تا به سایر جنبه های زندگی هم توجه نشان دهم. بلا فاصله پس از اینکه مسیر صحیح را تشخیص دادم آسمان خراش را ترک کردم و جزء ساکنان محله آرام و دنج پرادو شدم که از نظر جغرافیایی و اجتماعی نقطه مقابل سرپناه قبلیم بود با خانه میرا دلمار دویس متر و با هتلی تاریخی که پسران ایان پس از مراسم دعای یکشنبه با نامزدهای باکرهشان برای رقص به آنجا میرفتند 500 متر فاصله داشت یا به قول ژرمن شروع کردم بعد آموزیم را بهبود ببخشم در خانه خواهران آبیلا استر مایتو و تونیا مسکن داشتند که از توکره میشناختمشان و از مدتی قبل عزمشان را جذب کرده بودند تا مرا از تباهی نجات دهند به جای یک چهار دیواری مقوایی که در آن همه رنگش را دیدم و حسابی چشم و گوشم باز شد اتاق خوابی واقعی با حمام خصوصی در اختیارم قرار گرفت که پنجره ای مشرف به باغ داشت و سه وعده غذا هم به من میدادند و مبلغی که بابت همه اینها میگرفتند کمی بیشتر از دستمزد ناچیزم بود یعنی درآمد یک گاریچی فلک زده یک شلوار و نیم دو جین پیراهن استوبایی با نقش گل و پرنده خریدم که باعث شد تا مدتی به لقب پنهانی بچه مزلف کشتی مفتخر شود بعد از این تغییر هیئت رفقای قدیمی که مدتها بود سراغی از من نمی گرفتن یک باره همه جا سر هم سبز شدن با خوشحالی تمام شنیدم که چرندیات بی سر و ته ماچ زرافه را از حفظ اینجا آنجا نقل میکردن و فهمیدم طرفدار پرپر پر پر و کرونیکا بودند چون عقیده داشتن روحیه ورزشکاری و منش پهلوانی دارد و حتی داستانهای مرا میخاندن بیان که چیز زیادی از آنها دستگیرشان شود. ریکاردو گونسالس ریپور را پیدا کردم. که در خوابگاه دبیرستان ملی تخت خوابهای من کنار هم بودند. با مدرک آشیتکتیش در بارانکیا مستقر شده بود و در کمتر از یک سال با یک شورلت دوم مرغابی عهد بوغ که هر روز صبح هشت نفر را در آن میچپان زندگیش را رو راه کرده بود. سه بار در هفته سر شب دنبالم می‌آمد تا با دوستان جدیدی که فکر و ذکرشان اصلاح مملکت بود بعضی با راه حل های جادویی سیاست و بعضی دیگر از طریق مقابله با پلیس به گشت و گذار برویم وقتی مادرم از این وضعیت جدید باخبر شد پیغامی برایم فرستاد که کاملا خاص خودش بود پول پول می درباره تغییر منزل به اعضای گروه چیزی نگفتم تا شبی که سر میزی در کافه خاپی دور هم جمع شده بودیم و دست به دامان کلام شیوا و فخیم لپه دبگا شدن. سامان بخشیدم خود را آنچنان که در خور بود سامان گرفتن بی سامانیم. به یاد ندارم حتی در استادیوم فوتبال تشویقی چنین پر هیاهو شنیده باشم. جرمن شرط بست که بیرون از آسمان خراش هیچ موضوعی برای داستان به ذهنم خطور نخواهد کرد. و هرچه از آن به بعد بنویسم به برکت مضمون هایی خواهد بود که قبلا در تخیل پرورانده آلبارو یقین داشت نمیتوانم خودم را با ساعت و برنامه غذای آنجا وفت دهم آلفونسو برای مخالفخانی به مداخله دوستان در زندگی خصوصی هم اعتراض کرد و با سخنانی بلیغ درباره ضرورت اضطراری اتخاذ تصمیمات عاجل برای تعیین سرنوشت کرونیکا موضوع را درز گرفت و بحث را به زمینه دیگری کشاند. گمانم ته از بابت بی سر و سامانی متاسف بودند و خود را به نوعی مقصر می دانستن. ولی حجب و حیایشان مانع از آن می شود که به خاطر تصمیم قافل ای که به آنها امکان می داد نفس راحتی بکشند بیرو در بایستی از من تشکر کنند. برخلاف انتظار سلامت جسمانی و روحیه هم بهتر شد. به علت تنگی وقت کمتر کتاب میخواندم ولی ملات ماچه زرافه را بالا بردم و خودم را مجبور کردم صبحهای زود که قبلا با, با به بتالت میگذشت در اتاق جدیدم و با ماشین تحریر قرازه امانتی فوین مایور نگارش طوفان برگ را ادامه دهم به طور عادی می توانستم طی بعد از ظهر و عصر در تحریریه ماچ زرافه یک یادداشت روز چند تا از مطالب بی زایم خلاصه یک داستان پلیسی و یادداشت ساعت آخر را قبل از بستن شماره جدید کرونیکا بنویسم خوشبختانه نگارش رمان عوض اینکه به مرور آسانتر شود در روند تکفین تدریجن میارهای خودش را بر خلاف خاص و نظرم به من تحمیل کرد و با مزه این که ساده دلانه این پدیده را نشانه بادهای موافق بنداشتم. به قدری اعتماد به نفسم بالا رفته و روحی هم قوی شده بود که در شرایطی استراری دهمین ده داستانم کسی گل سرخها ها را پرپر پر می کند را نوشتم چون مفصل سیاسیمان که سه صفحه کرونیکا را به مقاله لحظه آخرش اختصاص داده بودیم دوچار انصداد اروخ شد. وقتی نمونه چاپی قصه هم را غلط گیری کردم تازه متوجه شدم این داستان هم یکی از آن درام های است که قبلا نظیرش را نوشته بودم. این مخمسه درد سرساز باعث شد احساس ندامت کنم. زیرا چندی قبل پاسی از نیمه شب گذشته دوستی را از خواب پرانده بودم تا در کمتر از سه ساعت یک مقاله برای من بنویسد. با پریشان حالی خطاکاری تائب که میخواهد به هر قیمت مکافات عملش را ببیند قصه را طی همین مدت زمان نگاشتم و روز دوشنبه بار دیگر پیشنهاد سابقم را در شورای تحریری مطرح کردم ضرورت عاجل حکم می کرد بیدرنگ به خیابان بزنیم و با تهیه رپورتاش های تکان دهنده نشریه را از قرقابی که در آن بوتور بود بیرون بکشیم لیکن این طرح اگرچه همه آن را میپسندیدند بار دیگر با استدلالی که آزرد خاطرم میکرد رد شد اگر به خیابان میرفتیم تصور شاعرانه ما از رپورتاج ما نمیشد که نشریه به موقع آماده و توضیح شود البته اگر اصلا آماده میشد باید آن را تعارفی محبت آمیز تلقی کنم ولی هرگز نتوانستم بر بد بدگمانی فائق بیایم و به خودم بقبولانم که علت حقیقی مخالفتشان خاطره ناخوشایند در باره براس کوچه ها نبود. رویداد تسلابخش آن روزها تماس تلفنی رافائل اسکالونا سراینده تصنیف بود که در این سوی عالم آنها را میخاندند و هنوز هم میخانند. بارانکیا به برکت گذر دائمی آوازخانان دورگردی که آکاردون میزدند و در همه جشنهای محلی آرکاتاکا حضور داشتند و پخش گسترده این تراهنه های آمیانه از رادیوهای کرانه کارایی به مرکز حیاتی موسیقی مردمی بدل شده بود. یکی از خوانندگان خیلی مشهور آن ایام گیرمو بو ای بو ای تراگو که به خود میبالید زیرا تازه ترین تصنیف های پروبینسیا را به شنوندگان عرضه میکرد. خواننده دیگری که هواخواهان بسیار داشت کرسنسی و سالسدو بود سرخ پوستی که نقش بیسروی آمریکانا امریکانا می و بدون موسیقی آوازهای سروده خودش و سایرین را می و اگرچه صدایش بی به تنین پیت حلبی نبود اما شیوه آوازخانی کاملا شخصیش جایگاه او را در میان جمعیتی که هر روز از خیابان سن بلاس تثبیت کرد و باعث محبوبیت فراوانش شد. در دوران جوانی ساعات زیادی را نزدیک اوجا خوش کردم. بیان که حتی سلام بگویم یا خودم را نشان بدهم. تا بالاخره توانستم مجموعه مفصل تصنیفهایی را که بلد بود از حفظ شود. عاقبت یکی از آن گروه‌های های ماجرای این شوریدگی به نقطه اوجش رسید. سرگرم نوشتن ماچ زرافه بودم که تلفن زنگ زد. صدایی عین صدای خیلی از آشنایان دوران بچگی در گوشم پیچید و بی مقدمه با من خوشو کرد. وقتت به خیر. منم. رافائل اسکالانو. پنج دقیقه بعد در یکی از گرفه های خصوصی کافه روما با هم ملاقات کردیم و رفاقتی میان من آغاز شد که یک عمر دوام آورد. بلا فاصله بعد از سلام و پرسی از او درخواست کردم آخرین ترانه هایش را برایم بخواند. عبیاتی پراکنده با صدایی خیلی ملایم و موزون همراه با زرباهنگ انگشتان بر میز. شعر آمیانه ولایتمان در جامعه تازه گردشکنان از هر بند می گذشت. با لحنی دلنشین زمزمه می کرد یک شاخه گل مرا فراموش نکن به دستت می دهم تا به حکم نامش عمل کنی من هم به نوبه خود در هنرنمایی هیچ کم نگذاشتم و به او ثابت کردم قشنگترین تصنیفهای دیارش را که بر رود خروشان سنت شفاهی شناور بودند از نخستین سالهای کودکی به خاطر سپرده بودم و مانند گنجیره گرانبها ها از اون پاسداری میکردم. اما آنچه بیش از همه مایه تعجبش شد این بود که جوری راجع به پروبینسیا حرف میزدم که انگار آنجا را مثل کف دستم میشناختم. چند روز پیشتر اسکالونا با اتوبوس بیانویبا به بایدوپار سفر کرده بود در حالی که در راه موسیقی و شعر ترانه جدیدی را برای کارنوال یک شنبه بعد در ذهن می این شیوه کارش بود چون نه می توانست نوت بنویسد و نه بلد بود سازی بنوازد. در یکی از روستاهای مسیرشان خاننده دورگرد، سندل پوش و آکاردون به دست که نظیرش فراوان بودند و از یک بازار مکاره به بازار مکاره دیگر می سوار اتوبوس شد. اسکالونا او را کنار خود نشان و دو بند از تصنیف جدید را که سروده بود در گوشش زمزمه کرد. خواننده دورگر شاد و سرخوش در بیانویبا پیاده شد و اسکالونا سفرش را با اتوبوس تا با یه دو پار ادامه داد و آنجا بر اثر یک سرماخوردگی معمولی با چهل درجه تب به بستر افتاد و عرق ریخت. سه بعد یک شنبه کارنوال بود و ترانه ناتمامی که اسکالونا یواشکی در گوش رفیق نیمه راهش خوانده بود بیشتر از تمام تصنیف های قدیمی و جدید محبوبیت کرد کرد و از بای دو پار تا دور ترین نقطه بلا هزاران نفر را به وجد و سرور آورد. فقط خودش میدانست چه کسی هنگامی که او در تب و حسرت کارنوال میسوخت آن را سر زبان ها انداخت و اسمش را سارای سال خورده گذاشت. این ماجرا کاملا حقیقت دارد ولی در ناحیه و میان جماعتی که عادی ترین رویدادها عجیب ترینشان هستند اتفاق نادری به شمار نمی آید. که آلت موسیقی مرسوم و رایج کلمبیانی است در ولایت پای دوپار مقبولیت زیادی دارد. شاید از آروبا و کوراساو به آن دیار راه یافته باشد. در سالهای جنگ جهانی دوم واردات آکاردون از آلمان متوقف شد ولی آنهایی که قبلا به پروبنیستا رسیده بودند بر اثر مراقبت صاحبان بومیشان دوام آوردند و نسلشان منقرض نشد یکی از آنها لان... لاندر دیاس بود نجاری که در آهنگسازی نبوغ داشت و آکاردون را استادانه مینواخت و اگرچه کور مادرزاد بود اما تا پایان جنگ جز او کسی پیدا نمیشد که بتواند آکاردون های معیوب را تعمیر کند. این مطلبان مطربان دورگرد وقایع با مزه و ساده تاریخ روزمره را در اعیاد مذهبی و جشنهای محلی با آواز روایت می کنند و به خصوص در ایام کارنوال کارشان بیش از در زمان دیگر رونق دارد و به قول معروف بر کشانشان است. اما اسکالونا حسابش و از بقیه جدا بود. خانواده متشخص داشت. پسر سرهنگ کلمنت اسکالونا خواهرزاده اسقف مشهور سلدون و فارغ و تحصیل دبیستان سانتا مارتا که به نام او مباهات می کند از همان دوران کودکی شروع به ترانه سرایی کرد و اسباب خجالت خاندان والاتبارش شد که آوازخانی با آکاردون را حرفه آدم های بی و پا می دانستن. نه فقط یگان خواننده دورگردی بود که تحصیلات دبیرستانیش را به پایان رسانده بود بلکه جزء معدود مطربان آن ایام بود که سواد خواندن و نوشتن داشتند و به گمانم هیچ بنی بشری پیدا نمیشد که به قدر او عزت نفس داشته باشد و چنین آسان و با تمام وجود دل ببازد و در راه عشق بیدریق دار... عشق بیدریق دار و ندار و تمام هستیش را در طبق اخلاص نسار کند. اما آخرین بازمنده این تبار نیست و نخواهد بود. امروز صدها تن نظیر او پیدا می شود و هر بار جوان بیل کلینتون در روزهای آخر ریاست جمهوریش وقتی آواز گروهی از بچه های دبستانی را شنید که از پروبینسیا به کاخ سفید سفر کرده بودند تا برای او برنامه اجرا کنند به این نکته پی بود. در آن روزهای خوش بر حسب تصادف با مرسدس پارچا دختر داروخانچی سوکره برخورد کردم که از وقتی سیزده سال داشت خواستگارش بودم و برخلاف دفعات قبل بالاخره دعوتم را پذیرفت و حاضر شد یک شنبه بعد با من برای رقص به هتل پرادو بیاید. روز ملاقاتمان تازه خبردار شدم که به علت وضعیت سیاسی که مدام وخیمتر می شد با خانوادش به بارانکیا نقل مکان کرده بودن. پدرش دمتریو از لیبرال های پر بود که پس از شدت گرفتن سرکوب و فضاحت های ننگین اجتماعی در برابر اولین تهدیدها ترس به دل راه نداد و میدان را خالی نکرد. لیکن بر اثر پافشاری و اصرار خانوادهش دارو و ندار اندکش را در سکره فروغ و در بارانکیان نزدیک هتل پرادو دارو خانه ای راه انداخت. اگرچه هم سن و سال پدرم بود ولی همواره با من رفاقتی جوانانه داشت و معمولا با هم به پیاله فروشی مقابل دکانش می رفتیم و لبی تر می کردیم و بارها اتفاق افتاده بود که همراه همه اعضای گروه بعد از اینکه حسابی مست و پاتیل شده بودیم شادخاری شبانه را در مرد سوم به پایان برسانیم در آن هنگام مرسدس در این تحصیل می کرد و فقط در تعطیلات کریسمس نزد خانوادهش می همیشه با من خوش برخورد و مهربان بود ولی با تردستی شعبد بازهای کار کشته از سوال و جوابهای مشکل ساز و تعهدآور تفره می رفت و جوری رفتار میکرد که هرگز چیزی شکل قطعی به خود نمیگرفت و در حالت تعلیق می ماند. بناچار در برابر این استراتژی تسلیم شده بودم چون به هر حال از بیتفاوتی و پاسخ منفی منفی آشکار شفقت بارتر بود و دلم را به این خوش میکردم که مرا با پدر و دوستان ابوی محترمش در پیال فروشی روبرو ببینند اگر طی آن تعطیلات رفیق داروخانه چی هم متوجه علاقه به دخترش نشد علتش این بود که از آغاز مسیحیت تا آن روز هیچ رازی را چنین ماهرانه پنهان نکرده بودند چندین بار وقتی در مرد سوم دور هم جمع بودیم با مباهات جمله ای را نقل قول کرد که دخترش در اولین ملاقاتمان در مجلس رقصی در سوکره تحویل داده بود و من را سر جایم نشانده بود بابا جونم میگه شاهزاده ای که لایق همسری من باشه هنوز از مادر زاده نشده. نمیدانم آیا واقعا خودش هم همین عقیده را داشت اما جوری رفتار میکرد که انگار نظر پدرش را پر بیراه نمیدانست. تا این کریسمس کذایی که حاضر شد با من در هتل پرادو قرار ملاقات بگذارد. به قدری خرافاتی هستم که تصمیمش را به حساب آرایش مو و سبیل هنرمندانم گذاشتم که نتیجه مهارت دست استاد سلمانی بود و همینطور کت و شلوار یک رنگ و کراوات ابریشمی که به همین مناسبت از حراجی بازار ترکا خریده بودم حد داشتم با پدرش میآید چون هر جا میرفت او هم همراهش بود و به همین علت خواهرم آیداروسا را هم که تعطیلات را نزد من میگذراند با خود بردم اما مرسدس تنها و بدون محافظ سر قرار حاضر شد و آنقدر بیخیال و شوهتبانه رقصید و چنان تنازانه رفتار کرد که هر پیشنهاد جدی در نظرش مذحک جلوه میکرد در آن روز فراموش نشدنی رقص ابداعی جدید رفیقم پاچوگالان مبتکر مشهور مر... مرکمبه که سالها مجالس جشن و پایکوبی را جنب و جوش بخشید و بسیاری آهنگهای جدید کارائیبی که هنوز هم جند و طالب دارند با الهام از پدید آمدند برای اولین بار به معرض تماشا گذاشته شد مرسدس آهنگهای باب روز را خیلی قشنگ میرخسید و با استفاده از موزونی حرکات و شیرین زبانی مسئول نرم و لزنده از جواب دادن به پیشنهادهایم تفره می رفت و آتش تمنایم را تیزتر می کرد. به گمانم شگردش این بود که به من بفهماند حرفهایم را جدی نمیگیرد. اما چنان ظریف و زیرکانه این کار را می کرد که دل نشوم و به پیش روی ادامه دهد. در یک کلام با دست پس می دد و با پا پیش می کشید. سر ساعت دوازده نیمه شب مسترب گفت که دیرش شده و مرا وسط سالن کاش و حتی رضایت نداد تا در خروجی همراهیش کنم. رفتارش به قدری به نظر خواهرم غریب آمد که کمی خود را مقصر پنداشت و هنوز هم این سوال ذهنم را آزار می دهد که آیا تصمیم ناگهانی و غیر منتظره او برای اینکه به سومه سالسیلان سالسیان ها برود ارتباطی با این قضیه نداشته است. از آن روز به بعد من و مرسدس زبانی رمزی ابدا کردیم که فقط برای خودمان مفهوم بود و به واسطه آن بیان که چیزی بگوییم و حتی بیان که یکدیگر را ببینیم منظورمان را به هم می فهماندیم و ارتباطمان را حفظ می کردیم. یک ماه بعد 22 ژانویه سال جدید پیغامی که برایم در ال ارالدو گذاشته بود و در جمعه یک جمله خلاصه می شد مرا از واقعی مهمی باخبر کرد. کایتانو را کشتند. برای ما این نام فقط یک نفر بر یک نفر دلالت داشت. کایتانو خنتیله دوست مشترکمان در سوکره پزشک برجسته مجلسارای کم نظیر و عاشق حرفه‌ای روایتی که فوراً بر سر زبانها افتاد این بود که به ضرب چاقوی دو برادر خانم معلم دبستان چاپارل که دیدیم دکتر او را با اصلش به خانه برد به قرق رسید طی روز از طریق تلگراف هایی که پشت سر هم می رسیدن به ماجرا پی بردند هنوز دوره تماس های تلفنی آسان نرسیده بود و اگر کسی میخواست تلفنی با راه دور صحبت کند باید قبلا تلگرافی خبر بدهد واکنش کنش اولیه هم از انگیزه خبرنگاری هم ناشی میشد تصمیم گرفتم که به سوکره سفر کنم و شرح حادثه را بنویسم اما در روزنامه این عمل را اقدامی نسنجیده و متأثر از, احساسات آنی تعبیر کردن و اکنون میتوانم علتش را بفهمم چون از همان دوران ما کلمبیایی ها به هر بهانه یکدیگر را می کشتیم. و بعضی وقتها سر هیچ و پوچ به جان هم میافتادیم اما جنایت های عاشقانه جز تجملات به شمار می آمدن. و در انحصار پولدارهای شهرنشین بودند مضمون این رویداد به نظرم ابدی میآمد و دست به جمعآوری اطلاعات زدم و با شاهدان ماجرا مفصل گفتگو کردم تا اینکه مادرم به نیت پنهانیم پی برد و از من خواست این رپورتاج را ننویسم لااقل تا هنگامی که مادر کایتانو دنیا خولیتا چیمنتو زنده بود زیرا این بانوی داغ دیده مادر تعمیدی اورناندو هشتمین فرزند خانواده بود و در نتیجه خواهر تعمیدی مادرم میشد علت مخالفتش دردناکترین جنبه واقعه هیچ راهی برای سرپیچی از درخواستش باقی نمیگذاشت وقتی دو برادر خانم معلم کایتانو را تغییب میکردند او کوشید به خانهاش پناه ببرد ولی دنیا خلیه به خیال اینکه پسرش در اتاق خواب خودش است در کوچه را بست در نتیجه مردی که قصد جانش را کرده بودند نتوانست وارد منزل بشود و پشت در بسته با ضربات چاقو به قد رسید عکس عمل آنی هم این بود که بنشینم و گزارش جنایت را بنویسم اما با کلی مانع و مشکل مواجه شدم آنچه در این مرحله توجه هم را جلب می کرد بیش از آن که قضیه جنایت باشد مضمون ادبی مسئولیت جمعی بود ولی با هیچ استدلالی نتوانستم مادرم را متقاعد کنم و به نظرم بی احترامی می آمد که بدون اجازه او شرح واقعه را بر کاغذ بیاورم. ولی از آن پس هیچ روزی نبود که وسوسه نگارش این ماجرا گریبان... گریبانم را نگیرد. سالها بعد موقعی که تقریبا از فکر این حادثه بیرون آمده و از نوشتنش منصرف شده بودم در سالن انتظار فرودگاهی در الجزیره صحنه دیدم که این خوره ذهنی را باز به جانم انداخت یک دفعه در سالن مخصوص مسافران درجه اول باز شد و شاهزاده عرب با لباده بینهایت پاکیزه خاص خاندانش وارد شد. ماده شاهین شکاری شکوهمندی بر بازویش نشسته بود که به جای کلاه مخروطی شکل چرمی مرسوم کلاه مرسته زرینی مزین به الماسهای متعدد سرش را می پروازش پر هشت که یاد کایتانو خنتیله در خاطرم زنده شد چون او هنر تعلیم پرندگان شکاری را از پدرش آموخته بود. در آغاز گوشهای بومی میپروراند و سپس این کار را با گونه اصیلتر که از عربستان خرم میآوردند ادامه داد هنگام مرگ در مزرعهاش یک گوشخانه حرفهای داشت با دو باز ماده و یک شهباز نر دست نر دستاموز برای شکار کبر و یک شاهین اسکاتلندی برای دفاع شخصی پیش از این مصاحبه تاریخی جوش پلیمتون با ارنست همینگوی را درباره خلق پرسوناجی داستانی با الهام از شخصیتی واقعی که در پاریس ریوریو ریو منتشر شد خوانده بودم. همینگوی گفته بود اگر شگرد این کار را توضیح بدهم هیچ فهید نیست یک وقت به جزوه راهنمایی برای وکلای دعاوی که تخصصشان پیگیری پرونده های مربوط به افتراس بدل شود. لیکن بعد از آن روز سرنوشتاز در الجزیره وضعیت من برعکس شد حالو روز خوشی نداشتم و مطمئن بودم تا روایت مرگ کایتانو را ننویسم آرام نمیگیره